بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده باب اندر ترسیدن از شرک برای چی مؤلف این باب را بعد باب تحقیق توحید آورد یکی چرا که هر بابی که بعد تحقیق توحید است آن از تحقیق توحید می باشد پس از تحقیق توحید ترسیدن از شرک است و از تحقیق آن به سوی آن دعوت کردن است و اینچنین تا آخر کتاب دوم زیرا انسان گمان میکند که توحید را تحقیق کرده است و حال آنکه او تحقیق نکرده است پس به خودش مغرور نشود دلیل یکم و دوم یکم الله سبحانه و تعالی فرمود البته الله هر کس را که به او شرک آرد نخواهد بخشید و به غیر شرک هر کی را خواهد میبخشد دوم و خلیل علیه السلام فرمود و من و فرزندانم را از پرستش بود دور گردان چگونه از شرک میترسیم یکم آمیختن توحید و با آن عمل کردن و به سوی آن دعوت کردن و صبر کردن دوم آمیختن شرک و دانستن اسباب و دعوت کننده های آن و اینکه برای از آن پرهیز کردن می باشد سوم دعا کردن و یاری خواستن از الله تعالی چهارم از شرک و اهل آن بیزاری جستن و از آنان دور شدن تا از آنان نگردد حتی انسان به شرک بمیرد الله تعالی هرگز او را نمی بخشد زیرا که آن به حق خاصی الله جنایت کرده است و آن توحید است پس کسی به شرک اکبر بمیرد پس او همیشه و ابدی در آتش است و اگر به شرک اصغر بمیرد پس به قدر شرکت عذاب داده می شود سپس داخل بهشت می شود و در دوزخ ابدی نمی ماند زیرا که او از اهل ایمان است و فرمود که و مرا دور بگردان یعنی مرا و بت‌پرستان را در دیگر طرف قرار دهید تا دور شود اصنام صنم چیزی است که در صورت انسان یا غیرش گردانیده می شود جز الله پرستیده می شود اما وثن چیزی است که جز الله پرستیده می شود در کدام وجهی که باشد پس وثن از صنم خامتر است ابراهیم علیه السلام بر نفسش می ترسد و او خلیل رحمان و امام یکتاپرستان است پس این هنگام نسبت به ما چی فکر داری؟ پس از شرک ایمین مشو و از نفاق ایمین مشو زیرا که از نفاق جز منافق ایمین نمی شود دلیل سیوم تا پنجم و در حدیث آمده است سخت‌ترین چیزی که بر شما می ترسم شرک خرد است و از آن پرسیده شد پس فرمودم که ریا این خودنمایی است و از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی بمیرد در حالی که غیر الله را بپرستد داخل دوزخ می شود حدیث با روایت امام بخاری و دلیل دیگر در مسلم از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی با الله ملاقات کند در حالی که با او چیزی را شریک نساخته است داخل جنت می شود و کسی او را ملاقات کند در حالی که با او چیزی را شریک آورده است داخل دوزخ می شود ریا این است که الله را عبادت کند تا مردم او را ببینند در باره او بشنوند پس برای عابد بدنش او را تعریف کنند و نمی خواهد که عبادتش برای مردم باشد و اما هر که به عبادتش قصد داشته باشد که مردم با او اختلاف کنند پس این ریا نیست بلکه این از دعوت به سوی الله تعالی است و علاج ریا با عمری زیرین است یکم آمیختن توحید زیرا به آمیختن توحید الله را تعظیم میکند و در دین الله به کسی پروای نمیکند دوم دعا کردن سوم حریص بودن بر اینکه عملها در بین بنده و پروردگارش سیر باشد چهارم عمل را ترک نکردن به حجتی که در ریا واقع نشود پنجم عملهای نیکی که آخرت را یادداشت میکند زیاد کردن مانند زیارت قبرها و شرقهایش برای چه پیامبر صلی الله علیه وسلم بر امتش از ریا سختتر ترسید از ترسیدنش از مسیح دجال یکم چرا که فتنه مسیح دجال آشکار است اما فتنه ریا پوشیده است دوم اینکه فتنه دجال در زمان معین یعنی در آخر زمان است اما ریا در همه وقت است اقسام ریا یکم در اصل عبادت باشد یعنی برای ریا عبادت کند پس عبادت باطل است دوم پیش آمد ناگهانی اصل عبادت برای الله است لیکن برای آن ریا ناگهانی واقع می شود سوم بعد فارغ شدن از عبادت ریا واقع شد تأثیر نمی کند
مگر هر گو که در اون دشمنی باشد، مانندی منت کردن و عذر دادن و در صدقه. پیش آمد ناگهانی یعنی آن را دور کند، این او را ضرر نکند، زیرا او کوشش کرد و عبادت صحیح است. و این چنین باریا ادامه دهد در این تفصیل است. هرگاه اول عبادت با آخرش پیوست شود، مانند نماز، پس همه عبادت باطل است. هرگاه اول عبادت از آخرش جدا باشد، مانند زکات، پس جزئی که در آن ریا واقع شد، باطل است و بس. در اینجا نید مانند مثل و نظیر است. و قول داخل دوزخ شود، یعنی این دو قربت به الله تعالی نظیر و مثل گرفتن است. شیئاً همه شرک را فرا میگیرد. حتی اگر با شرفترین خلق را با الله شریک گرداند، داخل دوزخ می شود. و فرمود که و کسی او را ملاقات کند در حالی که با او چیز شریک آورده، داخل دوزخ می شود. یعنی اگر شرک اصغر باشد، پس از این همیشه در دوزخ موندن لازم نمی آید. و اگر شرک اکبر باشد، پس از آن همیشه در دوزخ موندن لازم می آید. امر شرک خیلی سخت است، آسان نیست. ولیکن الله تعالی بر بندش آسان می سازد و این به قرار دادن الله در پیش چشمش می باشد. پس به عملش رضای الله را پس نماید. نه تعریف مردم را یا مذمت آنها را یا ثنا گفتن آنها بر او را، پس مردم هرگز او را فایده نمی رسانند. ولی مهم است که انسان شاد نشود که مردم سخن او را قبول کردند به خاطر که سخن اوست، لیکن او را شاد کند که مردم سخنش را قبول کردن هر با سخنش را حق بیند، نه اینکه سخنی اوست. و عکسش اینچنین است. پس اخلاص خیلی سخت است، مگر هر وقت که انسان به سوی الله از روی سید روی آورده باشد، در راه راست سالم باشد، پس الله او را یاری می رساند و برای غیب آسان بکند. دعا دو قسم است، دعای مسئلت، دعای عبادت. دعای مسئلت به دو قسم تقسیم می شود. و دعای عبادت مانند کسی که نماز گذارد و حج کند و روزه دارد برای غیر الله، پس او کافر کفر اکبر است. دعای مسئلت که به دو قسم تقسیم می شود، یکم بر آن تنها الله قدرت دارد. صرف این برای غیر الله تعالی شرک اکبر است، مثل کسی که فرزند یا باران را از غیر الله تعالی طلب می نماید. دوم بر آن مخلوق قدرت دارد. این نوع دعا بر چهار شرط صحیح می باشد. دعا شده، زنده، حاضر، توانا و سبب باشد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.